سلام دوستان عزیز، حاجی عمر دان نی کنسرت نی سال، انشالله خوشبخت شوید. بفرمایید برنامه ها را سعی کنید. حاجی مظلومه اینجا امشب. سلام دوستای نازنین، امیدوار هستم که خوب جور صحتمند باشین. هر جایی که هستین خوش آمدین در یک ولاگ جدید. آدم اولادار دیگه، هر چقدر من کوشش کردم که برنامه رو زودتر شروع کنم نشد دیگه. تا که رسیدیم هوا بیرون تاریک شد دیگه، گفتیم که همینجا کالو رسیدیم، یک ساعت هم پشت پارکینگ گشتیم تا پارکینگ پیدا شد دیگه. نو داخل آمدیم به یک کنسرت. امشب هم کنسرت گفته میشه، هم یک شب فرهنگی گفته میشه. مدلینگ لباس افغانیست، کلتور افغانی به نمایش گذاشته میشه، موسیقی محلی و همچنین خوراکی های مزه‌دار کشور ما مثل شیریخ افغانی، سمبوسه و می غذای محلی دیگه. ما و دخترها آمدیم. امروز شنبه هست، تاریخ 26 اکتبر است. بله دیگه بله. گفتیم که بشینیم در خانه. چی کنیم؟ بشینیم بیاییم. و دوستان عزیز، کی خننده؟ حاجی عمر خننده امشبه. انشالله فلاغت در آخر نواد سعی کنید. دقیقا دوستای عزیز، هنوز فرصت است، یک نیم ساعت دیگه مانده که برنامه شروع شد. ما خدا شکر یک نیم ساعت زودتر رسیدیم. گفتیم از اینکه در خانه بشینیم، گفتیم خوب است که بیاییم یک شبی را خوش بگذرانیم. البته که ما تصمیم نداشتیم که بیاییم به خاطر از اینکه الهام جان هنوز بسیار خردسته و از سر و صدا میترسه، اما دوستای ما بسیار لطف کردن و ما را دعوت کردن که ما بسیار زیاد ازشان قدردان هستیم و تشکر میکنیم از اینکه ما را قابل دانستن و دعوت کردن. خواستن که جزی از این برنامه باشیم دیگه، دعوتشان رد کرده نتونستیم، از او خاطر آمدیم بخیر که همراهشان یک جای باشیم و یک شب خوبی را داشته باشیم و تا لحظات دیگه بخیر برنامه شروع بشه. و ای که انشاءالله کوشش میکنم که یک ذره بتونم از این طرف و طرفم فیلم تهیه بکنیم دیگه. صحبتی هست؟ بله صحبت سیاد هست. امشب من غایب شدم یک دفعه در کانال در بینندهارا، جشمای بینندهارا. من الان پیدا شدی پس پیدا شدم. هر ویدیو رو میبینی، حاجی عمر دعا میخونه یا بلانی میخوره، هر جسمی جور میکنم. ما که در سیمینار که رفته بودم در یوتیوبری، یکی از عضوای عزیز ما برای ما یک گل تحفه آورده بود که خودش با دست خودش جور کرده، بسیار مقبول است و ما این را میخواییم که امشب به خواننده عزیز امشب تقدیم بکنم که یکی از دوستای فامیلی خیلی خوب ما هستن، جلال جان مهرابی. بسیار یک آوازخوان لایق و اینستاگرام شده پایین صفحه میمانم، میتونین که فالو بکنین و در محافلتان ازشان دعوت بکنین. این دسته گله میخواییم که امشب برشان تقدیم بکنم به خاطر از اینکه اگه من در خانه نگاه کنم اولادم خراب میکنه، همو بهتر است که بر اونا تقدیم بکنم و این یک کار دستی است واقعا که ارزشش بالاست به نظرم. مقبوله نه؟ خیلی مقبوله. تقدیم میکنیم بخیر. و دخترم که لباس افغانی برشان پوشاندم، حال رفتن بازی میکنن. بیا سلام علیک میکنی، بیاین در پیشروی کامرا که لباس هایتان نشان بدین. بیا اسرا، بیا اسرا کام. بیا اسرا چایی. سلام اولا نینرا. مواشو رسیم. مواشو رسیم. یکم گپ زن با انگلیسی گپ زنی، با فارسی گپ میزنی. سلام علیکم، خوش آمدید به ولاگ جدی. سلام دوست عزیز، خوش آمدید به ولاگ جدید. دیگه چی میخوای بگی اصلا جان؟ امروز رفتیم در کنسر. امروز آمدی کنسر؟ واو چه لباس خوش گرم پوشیدی. لباس را از کجا کردی؟ در خانه. از خانه پوشیدی؟ آفرین. من تشکر میکنم از دوست نازنین ما ناهید جان که این لباس های مقبوله به تولد دخترم تحفه آورده بودن. به خیلی خوشگل شده دخترم، خیلی خوشگل شده. قمره نشان ندادیم. قمره خوش صدقه. یه هم قمر خانومی ما که مویاخو خوشگل کرده.
مویار خوشگل کده دختر خوشگل من، دختر خوشگل من. سی اقو اقو کمره الهام بگو اقو بگو اقو اقو کجا اومدیم شو؟ برای الهام جان یک ذره پخته خریدم از راه در خانه داشتم فراموشم شد که بگیرم از راه یک ذره پخته خریدم امرا یک کرم که چرب کنم در گوشاش بارم که نترسه سر صدا اذیتش نکنه. دیگه منتظریم که بخیر برنامه شروع شه و بریم اون طرف سعی کنیم ببینیم چی داره چی نداره خوراکی. در کجا؟ اونجا یک خوراکی هست یک به نظرم. یاسمین بیا که عکس بگیریم. بعضی از بیزنس ها آمدن و محصولات غذایشان آوردن تا که همه اشتراک کننده ها از طعم غذای وطنی هم لذت ببرن و سفارش بدن. در پالوی چی هستیم فعلا؟ در پالوی افغان شیریخ هستیم که یک دکان جدید است، یک رستوران جدید است در وربری، جدیدن شروع کرده به فعالیت. البته که من هنوز فرصت نشده که غذایشان شیریخشان تست بکنم. امشب تصمیم دارم که یک تست بکنم، بیازوخ امروز من رژیم نیستم و اگه دوست داشتین بیاین شما میتونین که تست بکنین در وربری در استاکولم از داخل گالری. چیزایی که دارن شیریخ است، شورنخود است، پانی پوری، سوپ است، برگر است و سمبوسه. دیگه میخوایم برم همراه مسئولشان هم یک چند صحبتی داشته باشم و همچنان کمی معلومات بگیرم در مورد مواد غذاییشان که چی دارن و چی ندارن. البته نگفته نمونه که امشب بلند پایه های زیادی هم در این برنامه فرهنگی در این شب فرهنگی اشتراک میکنن. سلام علیکم برادر عزیز، خسته نباشین. زنده باشین، تشکر. خیال دارین خوب هستین؟ شکر الحمدلله شما خوب هستین. زنده باشین. مصرف چی کار هستین بخیر؟ شیریخ آماده میکنیم. شیریخ مزار جان. عالی عالی، ابتکار جدید، بسیار عالی. آدرس اینایتان رو بگوین و ای که غیر از شیریخ دیگه چی میفروشین که دوستان مطلعشان و تشریف بیان نوشی جان بکنن؟ شیریخ هست، پانی پوری هست، سمبوسه هست و سوپ افغانی و برگر افغانی انشالله بزودی میه. دیگه در وربری سنتروم هستیم، دوستای ما میتونن که بیاین خوش میاین. ما در خدمت هستیم امروزه. خب بسیار عالی. فعلا امشب چی چی موجود هسته؟ فعلا امشب سمبوسه هست، پانی پوری هست، شیریخ هست و شورنخوت هست. سوپ نیست؟ نه شورنخوت هست. شورنخوت هست؟ بله. خب بسیار عالی. خواهیم من یک دانه شیریخ میخواهیم بخرم، یک دانم شورنخود، یک دانم پانی پوری. من تا حالا همه قیدارگی عمرم شده پانی پوری نخوردم و امشب میخوایم که تست بکنم که چی مزه میتا. خدا کنه خوش مزه باشه. ان شاء الله خوشتان مزه دار است. ان شاء الله ما یعنی ادا غذای هندی فرنگ خود ما نیست پانی پوری، مگر باز ما مشتریای از هندی و پاکستانی و بنگلادشی ها داریم که میان و پانی پوری همیشه میخورن و میبرن با خود. زیادتر فکر میکنم که کشور پاکستان و هند استفاده میکنه. بله، مگر افغانه خودم شما زیاد دوست دارن چون در افغانستان هم فعلا هست به خاطر از اینکه افغانه ما سالهای زیادی در این کشورها زندگی کردن و دیگه ای که فرهنگ غذایی هم نزدیک هست. راست میگی. کدام اینستاگرام چیز دارین که دوستا شما رو دنبال کنن؟ بله، افغان شیریخ پیج ماست و امین نامش هم با امین نام است چون می خواستم یک چیزی که متفاوت باشه، یعنی همش هم غذای خیابانی است، یعنی مثل دیگه رستوران ها و قابلی و چیزا نداریم، کلش خیابانی است و هم تو فستر میشه و همش میتونم. البته من یک روز در پیج اینستاگرام تان دیدم که منتو بود، گفته بودین این شنبه هر کس بیای منتو بخوره. بله. اونا سورپرایز است یا هر شنبه میباشه؟ بله نه، همش نه، فقط بعضی شنبه ها ما یعنی یک چیزی که نه میخوایم داشته باشیم در مینیون، یعنی نمی باشه، مگر ما میاریم یک چیزی که مثلا یک چیز نه تر. خب بسیار عالی. خیمه وقت شما نمیگیرم، تشکر از اینکه صحبت کردین. تشکر بسیار زیاد. دیگه ان شاء الله تست میکنیم ببینیم چی مزه میده. حتما ما براتون جور میکنم. پانی پوری شما رو جوش داره است. I'm vlogging. You're vlogging? I buy for you some new Afghan cuisine. Do you want to taste it?
If I want, I guess. Yes, yes, try the ice cream. Do you, there is an ice cream, Afghan ice cream, plus some delicious things. Mom, I hope my tea will not freeze. No, it will not freeze. Okay, بریم دو بیرون که دم دستشان رو نگیریم. شما چند دانه شیر خوردین؟ یک دانه بس. به خاطر اینکه خیلی سیر هستیم. نه رژیم خوبی هست اصلا مگم امروز رژیم هم شکستانم بدبختانه. نفر یک قاشق تست میکنیم فقط. تشکر دست شما دارم. خب دوستان من میخواییم که هم تو یک تست برتان تست بکنم و تصویرشم از نزدیک برتان میخواییم نشان بتوم چون که اینجا واقعا تصویر بد هسته چون که خیلی تاریک هسته دیگه دم را مسا شدیم که تصویر بته که ببینیم چطور هسته ای افغان استریت فود هست عمر جان یا که خوراکی های خیابانی تست کو ببین چطوره این شور نخود است اسپایسی است گرم است و مزه دار است خیلی خوشمزه ای هم پانی پوری است و ای هم شیریخ است شیریخ تست کو گیت شیریخ چطور است آیس کریم یا شیریخ شیریخ مثل آیس کریم است اما آیس کریم نیست چطور است یخ بود؟ نیگه شیر رینبو رینبو یا شیر یخ هست باش من خودم تست بکنم واو بسیار مزه دار کریمی مزه منگو پسته بسیار اعلی و با کیفیت فیلم میگیرم آمدی خیره باش که شور نخوره یا آما باید زود قطع بکنم بخاطر یک دم رای ساده استیم بسیار مزه دار هستم یک پانی پوری رو هم تست کنم باز ما بریم گوشه نان ما رو بخوریم باز بریم داخل She's thinking everywhere I go, should I see only the fire? Yes, right? برای اولین بار پانی پوری را خوردم مزه دار بود مثل شور نخود از مزهش دیگه تند است دیگه ما امیر تیز خلاص کنیم بریم داخل
حیدر جان ولی در خدمت رباب که نام خدا بسیار یک جوان مهربان بسیار یک جوان با استعداد در پنج طلایی ما لولا جان غزنوی که از فرانسه آمدن و افتخارشان هم یک چکچک بسیار کنم و در قسمت کیبورد فردینجان شمس همراه خود داریم که نام خدا بسیار یک جوان با استعداد مهربان افتخارشان را چک کنم. من هم جلال مهرابی هستم. امشب هم برتان بخیر چند پارچه آهنگای محلی را میخوانم. خدا کنه که مورد پسند و قرآن بگیرم. یک چند جوان را افتخار کنم. سلام دوستان عزیز گرامی، با خدا دیشب رفتیم یک کنسرت عالی. او کنسرت نبود، فقط بود شب کلتور افغان. کلتور چی میشه؟ کلتور فرهنگ. فرهنگ افغان بود و من رقص کردم. کامرمن از چهار جای مائده شد. با خدا مائده توتا شدم. من عالم اولادار نلقاگاه گریه شروخ شد ساعت دوازده زودتر آمدیم. زودتر آمدم. من کنسرت عالی تشکری میکنم یخانواس آواز خان خننده های زیبا آقای جلال و برنامه گوسار امی برنامه آقای کریمی سیاد سلام میگویم و انشاءالله کنسرت های بعدی من قد جدی گرفتم دوستان عزیز حمایت کنین جنال مرا عمر بخیر تصمیم داره یک کانال جدا کانال داری فقط فعالیت شروع میکنم جنال ملا عینبی برنامه های زیبا انشاءالله جور میکنم خنددار و ببینیم تعریف کنیم عمر جان ببینیم اول ما ببینیم باز بشینم تو رو تعریف کنم اول باید عملی کنی دیگه جو نمیشه باش انشالله که برنامه های خوب داریم در نظر برنامه های خوب دارم و امروز دیشب توتا شدم امروز هم ساعت 4 از خواب بیدار شدیم ساعت 10 ده کجا بود چهار امیال بعد از ظهر ما و اولادا نان چاشت خوردیم چای صبح خوردیم جناب آقا نو از خواب بیدار شده برنج پخته کردم قرمه داشتم قرمه را گرم کردم که نان بخوره یک لقمه نان و اتفاقی که دیشب افتاد ای بود که در نصف شب ساعت 13 یک ساعت
پس کشیده شد. قبلا ما با افغانستان 2.5 ساعت فاصله داشتیم، حال شده 3.5 ساعت و ساعت قدیم شد، ساعت جدید بازده تابستان میشه. بخیر شروع کنم مرجان، من کم گپ بزنم. بسم الله. و ای که عزیزای دل، دیگه ما از اونجا دیگه نتونستیم که ادامه بتیم برنامه را، به خاطر اینکه میفهمیم ما اولادای خرد داریم، کلیگ خسته شده بودن. الهام جان با وجودی که ما در گوشایش پختر چرب کده مانده بودم، گوشکی مانده بودم، اما بازم نارامی کرد، دیگه نخواستیم که بیشتر اذیت شوم. برنامه رو تا آخر مانده نتونستیم، اما بعدنش هم بعد از وقفه هم بسیار برنامه های خوبی بود، شو لباس افغانی بود و همچنان دیگه موسیقی بود، بسیار برنامه خوبی بود که اونا رو ما متاسفانه از دست دادیم، دیگه نتونستیم که تا آخر بشینیم، اما روی هم رفته بسیار از شب خوبی بود و واقعا بر ما خوش گذشت. و امروز هم خانه هستیم بخیر همراه اولادا. امروز بسیار هوا بارانی و ابری، دیگه برف و باران شروع شد و این هفته هفته رخصتی است دستی ویدن از تاریخ 28 الا 2 نوامبر، یعنی از دوشنبه تا دوشنبه هفته دیگه رخصتی است، مکاتب رخصت است و کلیگی خانه هستیم دیگه، اولادام همراه ما خانه هستن و عمر جانم گفتم که یک هفته را حتما یک کاری بکو که از کار خود رخصت بگیری و در خانه در پیش اولادا باشیم. ایازی و یک نفر نه که چندین نفر در چند تا ویلاگی که من در امی اواخر نشر کردم در زیر ویلاگا کامنت نوشته میکنن که شما چقدر دروغگو هستین و چقدر خیلی کلاس میمونین، خدا میخواین با کلاس نشان بتین و ای که موتر تسلایتان در رخ کشیدین و ای که او هم از خودتان نبود، مثلا خریدین باز پس مجبور شدین که بفروشین. شاید زیاد است چون من ماشین تسلا رو زیاد در فیلم ها نشان ندادم دیگه. من خب میشنازین دیگه، من حالی نو یک یوتیوبر نو نیستم که خدا ایلا کنم. من روزی هم که داشتم هم من دیدین، روزی که نداشتم هم من دیدین. من هیچ وقتی خدا یک آدم پولدار حساب نمی کنم، اما قصده که خدا رو شکر میتونیم که زندگی خدا پیش ببریم. من یوتیوب زمانی شروع کردم که در روی خانه خود یک توتا فرش نداشتم، به خاطر که من یک مهاجر در یک کشور آمدم، از صفر شروع کردم، از زیر صفر شروع کردم هر دوی ما، و امروز هم که هرچی داریم با تلاش هر دوی ما دمینج رسیدیم خدا شکر. اما قدر است که دست ما پیش دوست و دشمن دراز نیسته. و ای که موتر تسلا را که ما خریدیم به قصد موتر شخصی نخریده بودیم، دوست نازنین من او را من در ویلاگای امو وقتی که نو خریدیم، امو وقت من گفتم کل توضیحات درباره کمره دادم، من نفهم حتما خودت بیننده جدید هستی در جریان نیستی. ماشین تسلا را ما به قصد جور کردن تاکسی خریده بودیم، به خاطر از اینکه آل سال 2025 داره میشه و در اکثر مناطق سویدن موتر بنزینی اجازه درایف نداره و کسی که میخواه به شغل تاکسی کار بکنه باید حتما موتر برقی داشته باشه. با وجودی که همون وقت سر ما خیلی فشار آمد چون کمی خانه را ما زمان خریدیم و مجبور شدیم که تسلا را بخریم، از لحاظ اقتصادی سر ما خیلی فشار آمد، اما چاره دیگه هم نداشتیم که نخریم دیگه. از اون خاطر تصمیم به این شد که تسلا را بخریم و هنوزم پیش ما هست. موتر تسلا به نام شرکت عمر است، به نام شخصیش نیست. عمر یک شرکت تاکسی جور کرده و روی از او داره کار میکنه و قرار است چند تا موتر دیگه هم به خیر اضافه بکنه به زودی و هنوز هست عزیزم. من او رو به خاطر زیاد فیلم نمیگیرم که زیاد در پیش من نیست، او یک موتر شرکت ها گفتم که موتر تاکسی، او رو تاکسی جور کرده. موتر شخصی من همین موتری هست که در فیلم ها میبینین، کیای سفید کست، این موتر شخصی من هست، زیادتر در دست من و اولاد هست که اولاد ها رو ببرم بیارم سیمینارهایی که در شهر به شهر ایسوسو میرم درایفش بکنم، او دیگه موتر تمام وقت در دست من هست. کنم گفتنی دیگه ماندم باشم؟ بله تسلا را اینجا هستیم، تسلا هسته ممتاز مردکارا، اگر تو خوشت می آیی می بینیم می مونم بخیر بخواه در گرچ هستیم تاکسی یا صافت هر افغان نه یک نفر دیگه نمیشه کده بود که شما روزی که خریده بودین رنگش خاکستری بود حال صفید شده، دروغ میگی از تو نیست. او تاکسی کلره یک بلاستیک صافت آدم میزنه. ما اول تاکسی تسلا را که خریده بودیم رنگش راست میگی خاکستری بود، باز او را ما تغییر دادیم به رنگ صفید، او را در شرکت پیسه دادیم که رنگش را تغییر بده.
و هنوز هست در پیش ما هست، جای تشویش نگرانی نیست. با یک تسلا داشتن کسی با کلاس معلوم نمیشه، با یک تسلا نداشتن کسی بی کلاس معلوم نمیشه. تسلا هست دیگه، با کلاس نداره تسلا. آله بیخی زیاد شده، آله ارزان هم شده. و ای که ما مثلا یوتیوبری رفته بودیم موتر کیا رو در تصویر نشان دادیم، سوال همینجا خلق شده بود که شما چرا با تسلا نرفتین. در مسافرت های طولانی با تسلا رفتن فوق العاده با آدم اولادار خسته کن است. بدبخه یک موتر در بده، مجبور هستی که یک ساعت بشینی او رو شارژ کنی. همین که فول شارژ باشه چقدر، چند کیلومتر میتونه تره هندورا؟ نهایتا 300 کیلومتر میتونی درایف کنی. و ای که اگر با سرعت زیادتر درایف بکنی بیشتر میخوره شارژه. و اگه ای که عالیم که رو به سردی هوا دستی بودن داره سرد میشه، اگه هوا سردتر باشه بازم شارژ بیشتر میخوره دیگه. ما قدزی دختر نلغه نمیتونستیم که مسافه طولانی رو با موتر تسلا بریم هر دقیقه اون استاپ بکنیم شارژ بکنیم یک ساعت. از اون خاطر تصمیم به این شد که با کیا بریم که هر جای بنزین خلاص کردیم یک دقیقه بنزین بزنیم و بر راه ما ادامه بدیم. انشالله هوا بارانیست، انشالله اگه بیرون رفتم من کوشش میکنم که در یک ویدیو همین ماشین تاکسی ما هم بهتون نشان بدیم. دوست عزیز من تشکر از یک به تشویش ما شده بوده، خیالت راحت باشه. من هیچ وقتی نخواستم که خودم یک چیزی که نستم در کامرا نشان بدم، چیزی که بودم چیزی که هستم. و همین کانال ما تا همینجا که پیش رفته از صداقت و صادق بودن و راستی ما بوده که تا اینجا پیش رفته. دیگه چیزی به پنهان کردن نیست، چیزی به نشان دادن نیست، چیزی به رخ زدن نیست. دیگه حرفای من گفتم دیگه، فکر میکنم که کافی باشه. و تشکری که بیننده برنامه هستین، این ویلاگ هم همینجا تقدیم شما میکنم، خدافیزی میکنم که برم ادیت بکنم زود و تقدیم شما. شب بخیر، انشالله یک برنامه دیگه در خدمت قرار میگیریم. دوستان عزیز فالو کنید مرا، من نشان میده تکسیر لعنتی را تسلارا. انشالله خداحافظ و حمایت کنید کانال. این ویدیو را لایک کنید، سابسکرایب کنید. سابسکرایب کنید با کامنت های مقبول. اگر مقبول نوشتن کنید کامنت های خربان بزن. مقصد یک چیز بگو. آکی دوستای نازنین خداحافظ. الهام جانم خداحافظی میکنه. خداحافظی کو الهام. سی اقو اقو. بگو اقو. بگو اقو. بگو اقو. این دخترم یک تو شیرین شده که قندی اصل شده. قندی اصل. الهام الهام تو یکم در کامرا نشان بدم که باز کلان میشی، باز میگی من در ویدیو ها کجا بودم. الهام بگو های های قد سالی. نانا نگفتی که چطور بود؟ خیلی خوش. لا یذبخ نفر فی العالم فقط زن من بختم میکنه اون نان های خوشمزه. نوشی جان من شاید در ذهنتان سوال خلق شده که تو چرا نمیخوری. من نان رژیمی خود خوردم، دیروز در رژیم نبودم، امروز دیگه باید رژیم بگیرم که کوشش کنیم که وزن کم بکنیم. خوشبختی یعنی سن تو رژیمی هست، هر تو بخوری هر جز تو فقط میخوری. خدا بیز. خدا بیز. خدا بیز.